Thank you so much. Put it here, please. Thank you. Thank you. درود بر شما. بامداد نکو باشه. بامداد چهارشنبه دهم آبانتون، اول نوامبر به نیکی. بنده اهورا نیازی هستم. با افتخارم اپیزود دیگری از خبر امروز رو تقدیم حضورتون میکنم. اینجا محل بار و رستوران هتلیه که توش اقامت دارین، یه قهوه سفارش میدی و میتونی برای خود ساعتهای زیادی بشینی و کار بکنی. یه کمی نویز داره، پوزش میخوام با بابت نویزش، ولی عمدن موزیک نذاشتم که صدای محیط رو درک بکنید و بشنوید که احساس نزدیکتری به ماجرای ضبط من داشته باشید. به رسم یاد بوده همیشه یک نمایی از بیرون هم به شما نشون بدم که کجاییم. اول یه سرتیتر اخبار بدم خدمتتون. خبرهای جالب زیاد داریم و بعدش بریم سراغ در چنین روزی. یه نگاهی داریم به عملکرد ایلان ماسک توی یک سال اخیر نسبت به درآمد توییتر. همچنین از ایلان ماسک در مورد خودروی سایبرپانکش میشنویم. خلاصه ای از مراسم اپل رو میبینیم که چه محصولاتی تولید کردن. گلگی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت از دولت رو خواهیم دنبال کرد. در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم. چند تا خبر کوتاه هم داریم، از بازی معرفی میکنیم تا جام قهرمانی بازی در ایران با اسپانسری همراه اول. اما قبل از اینکه بپردازیم به بخش اخبار اصلی، بریم سراغ در چنین روزی. دقیقاً در چنین روزی، اما اول نوامبر، اما 1954، یعنی تصور بفرمایید نزدیک به 70 سال پیش، اولین رادیوی ترانزیستوری تجاری در جهان به فروش رفت. صنایع تگزاس این رادیو رو تولید و توسعه بخشیدن. این دستگاه تونست در مجموع بیش از 100 هزار نسخه بفروشه و دیگه رادیوهای ترانزیستوری رو در سراسر جهان مطرح بکنه. اسپانسر روز اول سفر ما بوفیرانه. بوفیران یک شرکته که گلس عرضه میکنه، گلس های گوشی هاش اگر روی گوشیتون نصب بشه تا 6 ماه بعد از نصب گوشیتون خدای نکرده بیفته، با گلاسی که از بوف خریدید روش باشه و نمایشگرتون آسیب ببینه، هر آسیبی به هر شکلی 70% هزینه نمایشگر رو تقدیمتون میکنن. تصور بکنید مثلا یک گوشی 50 میلیون تومانی تقریبا چیز حدود 30 تومن اینطوریا پول نمایشگرشه. مثل تلویزیون ها شدن گوشی ها، خیلی از بخش زیادی از گوشی هزینه نمایشگره. از گلس های بوف اگر استفاده بکنید خیالتون هم تامین. گلس های بوف رو میتونید از سایتشون، از فروشگاه های آنلاینی که داخل اینترنت هستن یا فروشگاه های اکثر فروشگاه های سطح شهرتون خریداری بکنید. بوف نفوذ خیلی بالایی در شهرها و شهرستان های مختلف و استان های مختلف ایران داشته. به راحتی میتونید محصولاتش رو تهیه کنید. آدرس صفحه اینستاگرامیشون اگر برای نمایندگی میخواهید بدونید در بخش کپشن قرار گرفته. آدرس وبسایتشون هم در بخش کپشن قرار گرفته. یک سال از خرید توییتر توسط ایلان ماسک میگذره. زمانی که توییتر رو خرید 44 میلیون دلار بابتش پول پرداخت کرد، اما الان بعد از گذشته یک سال فقط ارزش این کمپانی به 19 میلیارد دلار رسیده و 56% کاهش یافته. این وسط ایلان ماسک تنها کاری که کرده بر اساس الگوریتمایی که چیده فقط پستای خودش لایک و کامنت میخوره، توییتر رو پولی کرده، یه سری خدمات بهش اضافه کرده که اصلا به درد کاربران نمیخوره، به مزاجشون هم اصلا شیرین نمیاد و موجب شده اصلا جامعه مخاطبش کمتر هم شده. همزمان با این رقیب پیدا کرد با نام Threads از متا، اما خب Threads هم خیلی موفق نبود. به هر صورت بخشی از کاربرانش رو برد و همین. سایبر ترک پروژه از ایلان ماسک که نمیدونیم بگیم خوبه بده، خودشون میگن که گند زدیم، خودروی عجیب غریبی زشته، بعد هنوز نسخه نهاییش بیرون نیومده، 2-3 سال از عمرش میگذره و الان مثلا تصویری رو ایلان ماسک نشون داده که جو روهن، نمیدونم کیه، داره با کمان
به بدنه ماشین ضربه میزنه و میگه که این کمان قطعا هر ماشین دیگری بود داخل میرفت. میرسیم سر وقت خلاصه مراسم اپل. کل مراسم 8 دقیقه طول کشید، چاد باورتون نشه اسکیر فست. نکته جالبش اینه که کل مراسم آخر سرش نشون دادن که با دوربین آیفون ضبط شده، ولی خب با یک سری تشکیلات بسیار حرفه‌ای در حد و شأن برند اپل. اما خلاصه مراسم، یکی از محصولاتی که معرفی شد آیمک 24 اینچی بود با تراشه نسل جدید. تراشه M3 رو معرفی کردن که 8 هسته پردازشی داره، 10 هسته گرافیک، به علاوه اینی که داره موتور عصبی نیورال انجین 16 هسته‌ای هست و حد اکثر 24 گیگابایت حافظه گرم. این دستگاه یک نمایشگر 4.5K داره، 4.5K رزولوشنش هست، وای فای 6E جدیدترین و آخرین نسل از وای فای پشتیبانی میکنه، گرچه وای فای 7 هم داریم، ولی خب وای فای 6E اون یکی کامرشال تجاری در دست مردم قرار داره. بلوتوث 5.3 داره مثل جدیدترین پرچمدارهای دنیا و نسخه پایه‌ای اون با 256 گیگابایت حافظه داخلی 1299 دلاره. رنگ بندیشو مشاهده میکنید، آبی، آبی تیره تر، سبز، زرد، نارنجی، قرمز و گری. انصافا دستگاه جذابیه. در ادامه خبر قبل بپردازیم به چیپست های اپل که چی بودن و چیا معرفی شدن. سه تا چیپست معرفی کرده: M3، M3 Pro و M3 Max. که M3 رو بهتون گفتم 8 هسته پردازشی، 10 هسته گرافیکی، نهایتاً تا 26 گیگابایت حافظه گیرن. نسخه پرو به جای 8 هسته پردازشی 12 هسته پردازشی داره و به جای 10 هسته گرافیکی 18 هسته گرافیکی داره. نهایت سرعتش هم 36 گیگابایت حافظه رم خواهد بود. اما نسخه M3 Max 16 هسته پردازشی 40 هسته گرافیکی و نهایتاً 128 گیگابایت حافظه داخلی. شرکت های ارائه دهنده اینترنت گفتن که آقای دولت، تعرفه گذاری بازار اینترنت باید دست ما باشه و دولت نباید توش دخالت بکنه. خلاصه داستان اینه که شرکت های ارائه دهنده اینترنت میگن آقا برای اینه که ما بتونیم خدمات بدیم باید تعرفه رو اضافه بکنیم. ما نمیخوایم الکی اینترنت گرون بدیم، ولی نمیتونیم با این وضعیتی که داریم زیر ساختمون رو تقویت بکنیم. بعد از اون طرف علیرضا سیدی مدیر عامل موبینت گفته که با توجه به اینکه قدرت فعالان صنعت مرغ و تخم مرغ از فعالین صنعت ICT بالاتره، گفت که هر تجارتی باید منطقی تو درآمدش باشه. اما همچنین صادق عباسی شاهگو مشاور وزیر ارتباطات گفته اجازه نمیدیم قیمت رو ببرید بالا، چون کشش مردم همین قیمت هم نیست و پیشتر انجام دادیم، بازخوردهای منفی شو دیدیم. هم بنیانگذار اوپن ای آی میگه که احتمالاً در آینده هوش مصنوعی جزوی از بدن انسان ها بشه، یعنی شما هوش مصنوعی رو اینتگریت میکنی در اون بدنت، اضافه میکنی به بدنت. خودش مطمئن نیست که بخواد این کار رو انجام بده یا نه، ولی همچین حدس و گمانی رو داره. زک دنسون یا جری ریگ اوریثینگ پستی رو ریتویت کرده که چین از اولین تاکسی بدون راننده همراه با سرنشین خودش رونمایی کرده که 4000 پرواز آزمایشی انجام داده از سال 2017 و امروز با 130 کیلومتر بر ساعت مسافرها رو جابجا میکنه. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بازنگری در مورد سیاست‌های فیلترینگ شروع شده است. این خبر میتونه مزید این باشه که مثلا اتفاق مثبتی بخواد بیفته، ولی کلا سیاست‌های ایران این شکلی بوده، وقتی توی یک مسیر دارکی میرن قدم رو به عقب بر نمیدارن، همینطوری اون مسیر ادامه پیدا میکنه. یعنی اینی که فیلترینگ سبک‌تر بشه، اصولی‌تر بشه، نه اتفاق نمیفته به نظر من. برای همیشه بعد از 7 سال تولید تاچ بار در محصولات اپل برای همیشه از بین رفت. من لپتاپم آخرین مدل از مکبوک های پرو هست که این تاچ بار رو داره و انصافا کارآمد نیست. مسابقات جام قهرمانان بازی های ویدیویی از امروز با حمایت همراه اول شروع شده. این مسابقات از سه‌شنبه 9 آبان شروع شده با حمایت همراه اول در باغ موزه دفاع مقدس. این مسابقات نفرات برترش در هر سبک از بازی بیش از 1 میلیارد تومان جایزه میدن. جایزش جذابه، 20,000 دلار. در سراسر دنیا جایزش جذابه. خیلی خوب، مرسی که تا آخر خبر امروز همراهیمون کردین. به زودی برمیگردم ایران و یه سری برنامه‌های جذاب و هیجان انگیز خیلی باحال دارم و
رشد و ارتقای صف هست. ممنونم که مثل همیشه همراه ما هستید.